به نام خداوند هستی، شاگرد عزیز سلام بر شما. امیدوار هستم که در کنار خانواده محترم لحظات خوش را داشته باشین، صحتمند باشین و از گزند حوادث در امان خدا. شاگرد عزیز خوشحال هستم که یک بار دیگر در یک درس دیگر خدمت شما هستیم و مهمون خانه هایتان. نازنین، در درس گذشته ما اولین درس از صنف پنجم شروع کردیم، درس حمد خواندیم به عنوان یک مرور کلی و یک مرور گذرا بر دست گذشته. باید بگویم که تمامی هستی، تمامی کائنات، با تمام عظمت، با تمام بزرگش خداوند جل جلاله آفرید. هیچ قدرتی در عالم هستی نعوذ بالله مقایسه نمیشه با قدرت خداوند جل جلاله. بنابراین بنده در برابر قدرت خداوند، در برابر قدرت خالقش عاجز است و توانی ندارد. بنابراین لازم است بر انسان تا عبادت خداوند شکنه، انسان گونه زندگی کنه و از اوامر خداوند اطاعت و از هر آن چیزی که خداوند او را منع کرده دوری کنه. وظیفه انسانی ما ای است، به خصوص ای که ما شاگرد مکتب هستیم، درس میخوانیم و درس خوانده در کل خودش عبادت خداوند است. وظیفه ما ای است که ما اول خود بشناسیم. وقتی که خود شناختیم، قطعاً که خدای خود میشناسیم. وقتی که انسان با قابلیت ها، با سیستمی پیچیده بدن خودش، با توانمندی های بالقوا و بالفعل خودش آشنا شد، پی میبره که انسان به خودی خود از دل هیچ زمینی سر بیرون نکرده، به خودی خود آفریده نشده، بلکه خدای هست، کارساز هست که او را آفریده و خلق کرده و این انسان جزئی از خلقت خداوند در این عالم هستی میباشد. درس گذشته ما تمامی محتویاش چیزهایی بود که شما شنیدین و من خدمتتان بیان کردم. شاگرد عزیز، عنوان درس امروزی ما شما نعت است. مضمون ما در این موضوع نعت است و از صنف پنجم. درس امروز نعت است، ولی قبل از اینکه من درس امروز رو شروع کنم، صفحه دوی کتابتان باز کنین. در درس های قبلی فرصت باقی نماند براتون لغاتایش هم میگفتم، ولی شما صفحه دوم کتابتون باز کنین، امروز لغات ها رو براتون میگم و یک نکته دستور زبان که در صنف 4 خوانی سر تخت همراهتون کار میکنیم تا شما مسلط بر دستور زبان باشین. حمد، ثنا و صفت خداوند جل جلاله. ثنا و صفت میگه رؤوف، بسیار مهربان. رحیم، رحم کننده. خالق، پیدا کننده، آفریننده. رازق، روزی دهنده. زیان، ضرر، خساره، ضد فایده است. سود، فایده. حکیم، دانشمند. حکیم، دانشمند. لغات هایی بود که در متن درس، در شعر، در حمد آمده بود. شاگرد عزیز دقت کنین. حالا یک موضوعی دستوری را که میخوام براتون بگویم به این کلمه شما ببینین، دانشمند. دانشمندان، دانشمند و دانشمندان یک کلمه است، اما از نظر دستور زبان تفاوت داره. تفاوتی دانشمند و دانشمندان در کجا هست؟ آله براتون میگم. دقت کنید دوستای عزیز، دانشمند اسم است، متقابلا دانشمندان هم اسم است. دانشمند و دانشمندان هر دو اسم است، اما تفاوت در کجاست؟ تفاوت، فرق این دو کلمه در اینجاست. دانشمند اسم مفرد است، اما دانشمندان جمع اسم است. جمع اسم است. دانشمند مفرد است، دانشمندان جمع است. خب از کجا فهمیدیم که دانشمند مفرد و دانشمندان جمع است؟ اسم مفرد ما تعریف کرده بودیم، گفتیم براتون اسم مفرد اسمی است که بر یک دلالت کنه، یک شخص، یک شی، یک رنگ، یک لفظی، یک بر یک چیز دلالت میکنه، مثلا یک انگشت، مارکر، یک مارکر. اما دانشمندان جمع اسم است، یعنی بر بیشتر از یک دانشمند دلالت میکنه. دو تا، سه تا، بیشتر از 3 و 4 کلشان رو میگیم دانشمندان. از کجا فهمیدین که دانشمندان اسم جمع اسم است؟ از پسوند آن فهمیدین.
از کدام پسوند فهمیدید؟ پسوند آن. بله شاگرد عزیز، در صنف چهارمی مکتب اگر بیاد داشته باشین شما جمع اسم خواندین. در جمع اسم شما خواندین هرگاه بخوایم یک اسم مفرد را جمع بسته بکنیم با دو پسوند ها و پسوند آن جمع بسته میکنیم. پس دانشمندان کدام یک از دو پسوند داره؟ آنش داره. خب دانشمندان اسم است، دانشمند اسم است، دانشمند اسم مفرد است، یک نفر نشان میده، یک حکیمی نشان میده، اما دانشمندان بر بیشتر از دو دانشمند دلالت میکنه. بر دانشمندان بر افرادی که دانشمند است نشان میده. خب پسوند آن داره. شاگرد عزیز یک مروری بود بر دستور زبان در صنف 4 شما خوانده، و اما درس امروزی شما که نعت است. درس امروز شما باز هم به دنبال درس حمد شما شعر است. شما شعر را میخوانین در وصف و صفت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. قبل از شروع درس باز هم به دو سوال جواب میتیم، و انشاءالله در لابلای درس زمانی که شعر براتون معنا کردم باز هم نکاتی هست که شما باید بفهمین و بشنوین. اولین سوال ای است: حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که بود؟ دومین سوالی که باید سرش گپ بزنیم ای است: در مورد شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چی میدانید؟ سوال دوم. خوب است، یک سوال دیگر هم جواب بدیم، و او سوال ای است که قرآن کریم کتاب کیست؟ سه سوال با عنوان پیش در آمده درس امروز مطرح میکنیم. حضرت محمد کی بود؟ بله، حضرت محمد آخرین فرستاده خداوند برای هدایت انسان و برای هدایت بنی آدم است. رسول خداست، نبی خداست و فرستاده جانب خداوند برای هدایت و رهنمای بشر است. خاتم پیغمبران است. پیغمبری که ما افتخار امت بودن، افتخار پیرو بودنش داریم. افتخار میکنیم امتی کیستیم؟ امتی حضرت رسول استیم. نام مبارکش محمد. در مورد شخصیت حضرت پیغمبر چی میدانید؟ بله شاگرد عزیز، افتخار ما ایست که مسلمان زاده هستیم، مسلمان هستیم، به خدای هستی ایمان داریم، پیغمبرش هم میشناسیم. پس بنابراین میدانیم که حضرت محمد خاتم پیغمبران، حلیمترین، بردبارترین، پردانشترین و بهترین بنده خداوند در روی زمین بود و است. حضرت پیغمبر شخصیت مهربان، شخصیت حلیم و حقیقی ترین شخصیت انسانی را داشت و دارد. بنابراین به ما شاگردای مکتب لازم است که اسوه و الگوی زندگی خود چه کسی را قرار بدیم؟ حضرت پیغمبر. اگر تمامی رفتارها، سنت، اقوال و گفتار حضرت پیغمبر در زندگی ما جلوه پیدا کنه، ما مطابقت کنیم، پیروی کنیم، بدون شک ما هم در دنیا پیروز هستیم و هم در آخرت از نعمات بهشت مستفید خواهد بودیم. قرآن کریم کتاب کیست؟ قرآن کریم در درس اول اگر یادتان مونده باشه براتون گفتیم کتاب خداوند است. این را همه میفهمند. کتاب خداوند چیست؟ قرآن کریم. از طرف خداوند توسط جبرئیل به حضرت پیغمبر فرستاده شد و به عنوان معجزه جاویدان حضرت پیغمبر تا امروز در دسترس بشر و تا قیامت در برای هدایت و رهنمایی بشر وجود خواهد داشت. سه سوال بود که به عنوان پیش درآمد درس خدمت شما ازان مطرح کردم. امیدوار هستم شما چیزهای فهمیده باشین، و من مطمئن هستم که شما شاگردای عزیز با اطلاعات قبلی، با اندیشه و با دانشی که قبلا یاد گرفته بودین و بر گنجینه علمتون اضافه کرده بودین، طبیعتا جواب سوالا رو میفهمیدین. فعلا کتابایتون رو باز کنین.
صفحه 3 کتاب است. ما اگر وقت من دوبار میخونم، اگر وقت یاری نکرد، فرصت کافی نبود، یک بار امروز میخونم، فقط به خاطر ای که شما در خوانش متن، در خواندن نظم هیچ گونه مشکلی نداشته باشین. باز انشالله در ساعت بعدی باز هم یک بار دیگر میخونم بریتون و معنا میکنیم و همین رقم سر لغاتش کار میکنیم انشالله. خب شاگرد عزیز، صفحه سی کتاب مکتب ببینین، ما براتون میخونم، لطفا دقت کنیم. اگر تکرار میکنم، اگر شعر به صورت درستش نخونیم، با تلفظ صحیح کلمات آشنا نباشیم و شعر درست نخونیم، هیچ وقت مطلب و معنایی که در شعر وجود داره، در تک تک بیت شعر هست، ما هیچ وقت نمیتونیم اون مطلب رو دریافت کنیم و بگیریم. خب به نام خداوند، نعت محمد شیء انبیاء و رسول که در بندگی بود او بهز کل، بیاورد بر ما پیامی خدا، دگر سنت خود نهاده بجا. بیاموخت بر ما رهی بندگی، رهانید ما روز شرمندگی، جهادی که بر ما گذاشت از کرم، نجاتی همه مؤمنان شد زغم، دمادم زما این درود و نیاز، شب و روز در پنج وقت نماز، به آل و به اصحاب او اجمعین، رسانی خدایا الی یوم الدین. یک بار براتون خواندم، یک بار دیگه هم به خاطر تحکیم درس و به خاطر که درس ذهن نشین شد، یک بار دیگه هم میخون، لطفا دقت کنید. چرا تاکید دارم که هر شعر، هر درسی که با نظم است براتون دوبار بخونم یا بیشتر از دوبار، قسمی که در اولین درس در شروع سال تعلیمی شاگرداز براتون گفته بودم، بیشتر توجه ما سر مهارت خواندن شماست. چرا؟ اگر درست نخوانیم، کلمات درست ادا نکنیم، معنایی که در او مطلبی که میخوانیم نهفته است او رو نمیافیم. خب دقت کنین، محمد شیء انبیاء و رسول که در بندگی بود او بیز کل، بیاورد بر ما پیامی خدا، دیگر سنت خود نهاده بجا. بیاموخت بر ما رهی بندگی، رهانید ما روز شرمندگی، جهادی که بر ما گذاشت از کرم، نجاتی همه مؤمنان شد زغم. دمادم زما این درود و نیاز، شب و روز در پنج وقت نماز، به آل و به اصحاب او اجمعین، رسانی خدایا الی یوم الدین. شاگرد عزیز، دوباره متن درس خواندم، امیدوار هستم از درس امروز شما چیزی یاد گرفته باشین. حداقل انتظار ما است که شعر درست بخونیم. فرصت ما خلاص است، وقت درسی برای امروز خلاص شده. امیدوار هستم چیز یاد گرفته باشین و تشکر میکنیم از تک تک شما ازم و از حضور گرمتان که بیننده برنامه بودین و درساتون تحقیق میکنیم. متوجه خودتون باشین، لطفا درسایتون رو به صورت جدی پیگیری کنین، در خانهتون بمانین، مسئولانه بمانین و با کمک ولیتان، با کمک اولیایتان، انشالله به درسهایتان سنگ تمام بگذارد. موفقیت، سلامتی و طول عمرتان رو میخواییم. تا دیداری دیگر که باسم مهمون خانه های شما عزیزان و در خدمت شما عزیزان قرار خود گرفت، انشالله شما را به خداوند منان میسپاریم. پدرود.